و سلامت باشید. امروز درباره دوست‌های حکومتی یا اختلاسگران صحبت می‌کنیم که چرا دوست‌های حکومتی یا همون اختلاسگران برای گریز کانادا رو برمی‌گزینند. نوشته ایست از دکترای حقوق بین الملل. یک تحلیلگر سیاسی باید این سوال رو مطرح کنه که چرا از میان نزدیک به 200 کشور در جهان کانادا مقصد اختلاسگران جمهوری اسلامی است. پاسخ به این پرسش از نگاه عوام شاید این باشد که کانادا کشور مهاجرپذیر و دارای امکانات رشد و سرمایه گذاری است. اما بسیاری از دیگر کشورهای جهان نیز همین ویژگی را دارا هستند. پس چرا کانادا؟ پاسخ به این پرسش رو باید در پیوندهای بخش دوستداران انگلیس و دوتابیتی‌های امپراتوری بریتانیا با پیکره حکومت دانست. روش استعمار انگلیس در ایران بسیار پیچیده و رازآلود است. این رازواره‌ها در ادامه براتون روشن میشه. بیشتر اختلاسگران ثروت کلان و میلیارد دلاری در جمهوری اسلامی با چراغ سبز لندن و پشتیبانی عناصر نفوذی در سیستم امنیتی و قضایی صورت میگیره. برای یک اختلاس بزرگ میلیارد دلاری مجموعی از عوامل اطلاعاتی MI6، سرویس اطلاعاتی انگلستان در خارج از مرزهای بریتانیا و عوامل داخلی یک حکومت در یک نقطه از دنیا همکاری می کنند تا سرانجام این رقم بزرگ اختلاس سر از بانک‌های کانادا و نهایتاً انگلیس درآورند. این تازه ترین روش استعمار انگلیس در ایران و در کشورهای متخاصم دیگر هست که در ایران خیلی موفق بوده. آنها به کسانی که در مقام و مسندهای حساس مالی اقتصادی و سیاسی قرار دارند تابعیت و شهروندی بریتانیا رو می دهند. داشتن گذرنامه بریتانیایی یا کانادایی یکی از شرایط مهم یک اختلاس موفق با پشتیبانی لندن است، یعنی کاردار سفارت انگلیس در ایران به عنوان یک هدیه و پیشکش با فرد مورد نظر که معمولاً افراد رده بالای حکومت هستند تماس گرفته و پاسپورت اقامت دائم در انگلیس یا کانادا رو اهدا میکنه که در جستجویی که انجام شده و تا کنون انجام داده اند تعداد از مدیران ارشد قدیمی، از وزیران و نمایندگان مجلس و کسان دیگر و بیشتر فرزندان آنها پاسپورت انگلیس و کانادا اهدا شده که در این بین توجه خاصی به مدیران بانک مرکزی و مدیران ارشد دیگر بانک‌ها شده است. اینها یک برنامه کاملا زیرکانه سازمان MIX انگلستان هست. در این چند ساله میلیاردها دلار از سرمایه و ثروت مردم ایران به بانک‌های بریتانیا سرازیر شده است. تحقیقات در این باره برای هر روزنامه‌نگاری چه در ایران و چه در بریتانیا پیامد مرگ به همراه دارد. این یک افشاگری بزرگ است که در هزار توی یک دسیسه بسیاری رو ناپدید کرده و می‌کند. فقر و فلاکت مردم ایران با خروج میلیاردها دلار ثروت، یعنی همون آغازاده ها، از کشور و روانه شدن آن ثروت به کانادا و لندن رقم می‌خورد. اما باز این پرسش رو پیش می‌کشیم که چرا کانادا؟ بسیاری از مردم عادی نمی‌دانند که کانادا کشوری مستقل نیست و جزئی از خاک امپراتوری پهناور انگلیس است. پادشاه انگلیس پادشاه کانادا نیز به شمار میره. فرماندار کانادا توسط ملکه الیزابت انگلیس تعیین میشه. استرالیا، کانادا، نیوزلند و بسیاری از کشورهای جهان اکنون جزوی از ممالک پادشاهی انگلیس به شمار میآیند و با عنوان کشورهای همسود یا مشترک المنافع شناخته میشن. تمام قوانین این کشورها باید به امضای ملوکانه شاه انگلیس برسه، وگرنه هیچ ارزشی نخواهند داشت. این همان راز فلسفی شاهنشاهی است که عوام و جمهوری خواهان از درک آن ناتوانند. انگلیس هرگز نمیتوانست با ساختار حکومت جمهوری چنین امپراتوری رو زیر نگین خیش داشته باشه، پس مجبور هست در قرن 20 به عنوان کشور پادشاهی حکومت کنه.
بانک‌های کانادا و لندن روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با هم دارن و با یک امپراتوری مالی اداره میشن. بنابراین تزریق پول‌های بادآورده به نظام بانکی کانادا، یعنی تزریق پول‌های ملت ایران به نظام مالی امپراتوری بریتانیا. این گونه است که انگلیس بدون شلیک حتی یک گلوله و تنها با نفوذ دادن عناصر خود فروخته در پست‌های حساس نظام در حال چپاول کشور ایران است. به راستی ایرانیان در یک سیستم بردهداری انگلیسی تبدیل به برده‌های پادشاه بریتانیا شدند. پول‌هایی که می‌بایست در زیر ساخت‌های عمرانی ایران به صورت وام به صاحبان صنایع و مشاغل پرداخت شود، به جیب شهروندان انگلیسی و کانادایی میره. انگلیس در خوابم نمیدید که بتونه روزی یک کشور ثروتمند همچون ایران رو بدون جنگ و هزینه سیاسی و نظامی مستعمره خودش بکنه. در آینده و با آشفته تر شدن اوضاع، نگران گریز آقازادگان که تاکنون به بیشترشان پاسپورت انگلیس و کانادا اهدا شده، پولهای بیشتری به سوی سرزمینهای پادشاهی بریتانیا به ویژه کانادا خواهیم بود. البته حکومت انگلیس این استعمار کهنه‌کار و روبا سفت به اندازه‌ای زرنگ و هوشمند است که مستقیماً از پذیرش اختلاسگران حکومتی سر باز زند، اما آدرس کانادا و پاسپورت کانادایی رو در جیب اونها می‌گذارد. هیچ میدونید حتی در صورت تغییر حکومت ها نیز امکان بازگرداندن این افراد فراری وجود ندارد، زیرا دو تابعیتی بودن سبب میشه تا مورد پشتیبانی کشورهای استعماری مانند کانادا و انگلیس قرار گیرند. همان گونه که محمود خاوری با خیالی آسوده میلیاردها دلار از سرمایه های ملت ایران را به نظام مالی امپراتوری بریتانیا تزریق کرده و هرگز مورد پیگرد هم قرار نگرفتند. این شرحی بود که در رابطه با حکومت دزد جمهوری اسلامی که چگونه ثروت مردم و ایران رو داره به باد میده و در کشورهای دیگر خرج میکنه،